در آستانه برگزاری 71مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، اینجا در کابل بسیاری ها به این نشست مهم جهانی چشم امید دوختند تا اگر توجه جهانیان به مشکلات افغانستان جلب شود. برخلاف سالهای پیش، این بار قرار است که محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور غنی به نمایندگی از افغانستان در این نشست شرکت کند و درباره مشکلات امنیتی برخواسته از تروریسم، تلاش افغانستان برای ایجاد همگرایی منطقه‌ای و موارد دیگری از این دست صحبت و سخنرانی کند. هرچند آگاهان میگویند که موارد دیگری هم هستند که باید شامل اجندای حیات افغانستان شوند. جهانیان انتظار زیر دارد که باید افغانستان به شکل بسیار قاطی مبارزه با فساد بکنه. دوم مسئله رشد اقتصادی هستند. اگر جهانیان کمک های مالی خود از افغانستان قطع بکنه، ما نمیتونیم که به شکل تنها و به شکل جداگانه از کمک جهانیان رشد اقتصادی خود پیش بریم و بالاخره ایمی فقری که 40% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنه، آنها دیگه هم حالتشان بدتر میشه. سوم، یک لابی جهانی باید در مقابل کشورهایی که توریسم در افغانستان تمویل میکنه باید جور شود. دفتر معاون دوم رئیس جمهور میگوید که در این سفر بر علاوه سایر مقامهای دولتی، صلاح الدین ربانی وزیر خارجه و حکمت خلیل کرزی معاون سیاسی وزارت خارجه نیز آقای دانش را همراهی میکنند. بخشی از اجندای هیئت افغانی ملاقات‌های دو جانبه و چند جانبه با مقام‌های سایر کشورهاست و از جمله شرکت در نشست سه جانبه افغانستان، هند و ایالات متحده آمریکا. آگاهان از برایند احتمالی این نشست سه جانبه خوشبین هستند. به این معتقد هستم که این نتیجه نهایت خوب خواهد داشت و برای اینکه هند بهتر نقش بسیار سالم و بزرگ هم در رشد اقتصادی افغانستان داشته باشه و هم در تامین امنیت در افغانستان. زمانی که دولت مرکزی افغانستان نیرومند میشه و در نیرومندی ازی کمک خواهد کرد، هند خود ازی تاثیر بزرگ در مبارزه علیه تروریسم خواهد داشت. مجمع عمومی سازمان ملل متحد همه ساله در مقر این سازمان در نیویورک برگزار می شود و رهبران کشورهای جهان از کارکرد حکومت‌هایشان و موانعی که برای مردم چالش می آفرینند گزارش می دهند. سید حسیب مودودی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، کابل.